چند وقت پیش خبری به ام رسید که بازیگرای سیرک پشت در اشرف اسم من رو با بلندگوهایی که مالکی رزل در اختیارشون گذاشته صدا میزنن. البته میشد این موضوع رو به مصداق جواب ابلهان خاموشی است برگزار کرد، ولی گفتم این خودش فرصتیه که یه تو دهنی محکم به ولی فقیه تقدیم کنم. چیزی که برای خامنه‌ای و مزدوراش قابل فهم نیست، نحوه برخورد یک مجاهد در قبال اقدامات دشمنه و ما همیشه سعی می‌کنیم از این جهالت و حماقت نهایت استفاده رو بکنیم. مثلا توی همین هجوم مرداد سال گذشته، علی‌رغم 11 شهید و انبوهی مجروح و مصدوم، چه نتیجه‌ای برای رژیم داشت جز اینکه ما مجاهدای اشرف رو بر سر عهد و آرمانمون راسختر بکنه و حمایت دنیایی رو پشتمون بیاره، چه برسه به این سیرک ورشکسته و اون احکام رسوا و پوشالی دستگیری که بیشتر به یه جوک بیمزه شبیه. صحبت از رابطه و تعریف رابطه‌های واقعی و اصیل رو قبل از من مجاهدای دیگه‌ای در مصاحبهشون که از سیمای آزادی پخش شد کردن، اما برای اینکه ابهامی باقی نمونه میخوام روی این موضوع تأکید کنم که مطلقاً وارد چنین بازی کثیفی نمیشم و هیچ بهایی برای برگ‌ها و مهرهای رژیم با هر درجه از نزدیکی خونی نسبی قائل نیستم. توطئه کثیف رژیم و مالکی برای آوردن مزدورا به پشت در اشرف تحت نام خانواده های مجاهدین که در واقع عوامل و خانواده ولی فقیه هستند، این سرپوشی برای سرکوبی و اعدام ها در داخل و توجیهی بر حمله و کشتار 6 و 7 مرداد و تکرار اونه و برام به شدت منزجر کننده است. من تمام عواطف و توان خودم رو متعلق به این مقاومت و آرمان اون میدونم و آرزو میکنم که کاش بتونم توی این مسیر بیشتر بپردازم. آدم ها چه نزدیک چه دور برام اونقدر ارزش دارن و عزیز هستن که در مقابل رژیم با همه شقاوت و رذالتش تن به ذلت تسلیم نمیدن و از صمیم قلب نسبت به کسایی که حتی در موضع هوادار این مقاومت هم نیستند ولی چنین ویژگی دارند ارادت دارند. از جمله مسئولیت هایی که به عنوان یک مجاهد اشرفی در معرض اون هستم، کار در نهاد موزیک و ساختن آهنگه و از بابت در اختیار داشتن این امکان چند ساله که تونستم با بقیه همرزمام توی این ترکیب خشم و تهاجم به رژیم و از طرف دیگه درد و رنج مردم و شکوه حماسه شهدای این مقاومت رو بارها به نوا در بیارن، تحت تأثیر حماسه دیگه‌ای که حامیان مقاومت در نوبت‌های مختلف گلریزان همیاری خلق کردند، این افتخار رو پیدا کردم که آهنگی برای ترانه همصدا به پاس اون عواطف ناب و بی‌دریغ بسازم و در این فرصت می‌خواستم به طور خاص و از زبان خودم این هدیه رو به خانواده شریف و بزرگ مقاومت تقدیم کنم. از قفس بسته میاد صدات ولی شکسته نیست، هوا هوای خفه پنجره های بسته نیست، سر به تب خورده شهر از کم شدن خم نشدی، از بی نهایت غرور کم نشدی کم نشدی، چقدر صمیمی تو مختصر مفید، از توی حرفات دنیای عشق
عشق تو شنید شهر صمیمی کوتاه و مختصر مفید از توی هر